درود من آرش هم امشب قرار قسمت دهم ده از منظومه جذاب خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی رو در پرژن پویتری تماشا بفرمایید بریم ببینیم چه کرده <مصفح> <مصفح> همونطور که عرض کردم بسیدیم به قسمت دهم ده از منظومه خسرو و شیرین بنابراین اگر نه قسمت ابتدایی رو هم تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم حتما تماشا بفرمایید جذاب هست کم کم داریم نزدیک میشیم به اون قسمتی از داستان که مثلث عشقی در این داستان شکل بگیره فکر کنم در قسمت بعدی کم کم پای فرهاد هم به داستان باز خواهد شد و بیش از پیش لذت خواهید بود اما خلاصه از قسمت قبل اگه خاطرتون باشه قسمت قبل رسیدیم به اون بخش از داستان که خسرو به کمک برادر قیصر روم یعنی نیاتوس یا نیاتور یک لشکری فراهم میکنه حمله میکنه به سمت تیسفون که بهرام چوبین رو از تخت سلطنتی که با فریب و نیرنگ تصاحبش کرده بود جدا بکنه و خودش بر تخت بنشینه و خب توضیح داد که چه جنگی در گرفت البته خیلی کوتاه راجع به این موضوع صحبت کرد و خب به پیروزی دست پیدا کرد در حقیقت خسرو و تخت پادشاهی ساسانیان رو پس گرفت و برای بار دوم بر تخت پادشاهی نشست مملکت رو به سامان میکنه اون معدود افرادی که قصد شورش ممکن بود علیه خسرو داشته باشند رو هم سرکوب میکنه مملکت به آرام و قرار میرسه روی ریل خودش قرار میگیره اما خب شرایط خسرو کماکان پیچیده است چرا چون او پس زده شده بود عملا از سمت شیرین چون از او درخواست هم بستری کرده بود و خب شیرین قبول نکرده بود و خب با شرایط بدی جدا شده از شیرین و اومد مملکت رو پس بگیره و دیگه به این فکر رسیده بود که خب الان حالا رسیدم به تخت پادشاهی و بر اورنگ پادشاهی هفت اقلیم هم نشستم خب که چی؟ اون چیزی که میخوام در کنارم نیست هنوز در دل غم شیرین رو میپروروند و خب شرایطش از گذشته هم پیچیده در شده بود چون رفته بود از قیصر روم کمک خواسته بود قیصر روم هم برادر خودش یعنی نیاتور یا نیاتوس رو به کمک او فرستاده بود ملحق کرده بود او اما خب شرط و شروطی هم این بین بود یکی از این شروط این بود که دختر من رو باید به زنی اختیار بکنی و خب این ارتباط به همین سادگی شکل نمیگیره عملا امروزی بخوام بگم خسرو زیر بلیط قیصر روم هست الان بر تخت پادشاهی نشسته ولی کماکان غم شیرین این رو در دل داره و درگیر چالش و چلنج با خودشه که خب الان من بر تخت پادشاهی هم نشستم ولی اون چیزی که میخوام دلدار من در کنارم نیست و واقعیت رو اگه بخواید نمیتونم بیانش بکنم ولی من صد ملک چنین رو به یک موی دلدار خواهم فروخت پس از چندی به خودش تشر میزنه که من به شوخی بر نمیتابه الان دام رو داری حال مرغ تو در دام هم خواهد افتاد به گفته او برو ملک رو پس بگیر من بکت رو پس بگیر تو هم که انجام دادی و بالاخره شیرین هم در این دام میافته کمی خودش رو آرام کرد و پس از اون نظامی پرداخت به شرایط شیرین در مفارقت از خسرو در دوری از خسرو که او هم حال و وضع مساعدی نداشت به گوسفندی کشته بر جای فرو افتاد و میزد دست بر پای کم کم زو نافه کاسد شده بود نیفه ارزان که در قسمت قبل گفتیم رو به سستی و مریضی گذاشته بود تبعش به چیزی نمیکشید چیزی نمیتونست بخوره حالا احوال مساعدی نداشت خیلی با خودش کلنجار رفت و در انتها مجبور شد بره به امش به بانو شمیرا بگه که همچین اتفاقی افتاده من این از من درخواست هم داشت خسرو من پسش زدم و خب با خشم رفت که رفت و من الان واقعا نمیتونم تحمل کنم وضعیت رو دلم پیش اوست و خب اینجا بانو شمیرا امش کمی سعی میکنه او رو آروم بکنه و توصیه میکنه بهش که صبر و قرار داشته باشه همیشه در بر یک پاشنه نمیچرخ زندگی فراز و فرود داره و مانند گوی افتان و خیزان خواهد بود اگر بر زمین اصابت بکنه باز از زمین بلند خواهد شد و خب اینگونه گونه آرومش میکنه ولی اتفاق وحشتناکتری هم میفته مهین بانو هم وفات میکنه اونم در این شرایط نابسامان که شیرین نه از لحاظ جسمی و نه از لحاظ روحی در شرایطی نیست که پادشاهی رو قبول بکنه اما خب چاره هم نداره او ولیعهد بانو شومیرا امش هست و خب الان بانو وفات کرده و او باید به پادشاهی ارمن برسه و این مسئولیت خطیر رو مجبوره که به دوش بکشه و خب این اتفاق رو دستمایه کرد نظامی در قسمت قبل ابیات انتهایی نبیات رو خوندن که ما بگیم ما باشیم من که این دریای خاموش نکرد است آدمی خوردن فراموش و به پایداری دنیا تکیه نکن شیرین نشست بر تخت سلطنت ارمن و اما قسمت دهم چو بر شیرین مقرر گشت شاهی فروغ ملک بر مه شد زمایی به انصافش خلایق شاد گشتند همه زندانیان آزاد گشتند با اینکه شرایط مساعدی نداشت شیرین اما این مسئولیت خطیر رو که به دوش کشید خودش رو مظهر عدالت نشون داد خب این جذابیت خسرو و شیرین نسبت به منظومه لیلی و مجنون نظامی هست که خب اینجا زن عامل رو نشون میده یعنی محلی از اعراب داره با اینکه زنه و بخواد تصمیمی بگیره میگیره و به عنوان یک پادشاه مظهر عدالت و قدرت خودش رو نشون میده زهر دروازه‌ای برداشت باجی نجست از هیچ دهقانی خراجی باج اینجا در معنای باج و خراج گذار هستی خراج دهند ز مظلومان عالم جور برداشت همه آین جور از دور برداشت به شدت خودش رو عادل نشون میداد و عادل بود مسلم کرد شهر و روستا را که بهتر داشت از دنیا دعا را مسلم در معنای رهایی بخش و آزادی دهد ز عدلش باز با تیهو شده خیش یا تیهو هم میخوندش به یک جا آب خورده گوری با میش تیهو یک پرنده کچیکتری است از کبک میگه اینقدر این عادل بود که اصلا کسی با کسی دیگه مشکلی نداشت باز شکاری که قرار تیهو یا تیهو شکار بکنه با هم خیشاوند شده بودن گرگ و میش که به دنبال هم هستن برای اینکه بتونن غذای حاصل بکنن بخورن گرگ به دنبال شکار میش هست هر دوشون از یه آب خور در حقیقت آب می نوشیدن رعیت هر چه بود از دور و پیوند به داد و عدل او خوردند سوگند و خب سرمایه اجتماعی هم پیدا کرده بود با این رفتار جذابش فراخی در جهان چندان اثر کرد که یک دانه قله صد بیشتر کرد برکت پیدا کرده بود پادشاهیش نیت چون نیک باشد پادشاه را گوهر خیزد به جای گلگیار درخت بد نیت خوشیده شاخ است شه نیکو نیت را پی فراخ است خوشیده اینجا در معنای خوشگید است میگه این پادشاهی مانند یک درخت میمونه که نیتش پی این در حقیقت درخت بونه این درخته نیت پادشاهش و خب شما وقتی به اون ملک قدم میذاری از حال و احوال آدما از حال و احوال رعیت اون پادشاه از شرایط اجتماعیشون از خنده روی لبشون از میزانی که عدل رو در زندگیشون میبینن اصلا چشم میگردونی میفهمی که این،, این رعیت این پادشاه ازش راضی هستن یا نه جلوتر میگه فراخی ها و تنگی های اطراف ز عدل پادشاه خود زند لاف شما چشم بگردونی در اون ملک میفهمی این پادشاه عادل یا زال. ولی شیرین هم مانند خسرو الان هر دو بر تخت نشستن خسرو بر تخت پادشاهی ایران و شیرین هم بر در حقیقت تخت پادشاهی ارمن که خب البته زیر مجموعه پادشاهی ایران هست اما هیچ کدوم دلشون خوش نیست به فکر هم دیگر چون شیرین از شهنشه بی خبر بود در آن شاهی دلش زیر و زبر بود از خسرو خبر نداشت حال شیرین هم خوب نبود اگر چه دولت کیخوس روی داشت چون مدهوشان سر صحرا روی داشت با اینکه دولت کیخوس روی داشت و خب با عز و جلال و شکوه بر تخت پادشاهی ارمن نشسته به واسطه عدلی که از خودش نشون داده سرمایه اجتماعی بسیار خوبی هم داره و خب مردم هم دوستش دارن ولی بازم سر صحرا روی داشت دلش میخواست سر به بیابون بذاره از غموس خبر پرسید از هر کاروانی مگر کارندش از خسرو نشانی از هر کی میومد سوال میپرسید از خسرو خبری به ما بدید ببینیم در چه حالی چو آگه شد که شاه مشتری بخت رسانید از زمین بر آسمان تخت مانند یک معشوق با وفا عمل کرد ز گنجفشانی و گوهر نساری به جای آورد رسم دوست داری مثل یک زن با وفا عمل کرد بسیار زیباسی عمل کردش با اینکه خودش حالش خوب نیست با اینکه دلتنگه اما به محض اینکه متوجه شد بهش خبر دادن که اون تشری که به خسرو زده بود اثر کرده خسرو برگشته و ملک پادشاهی ایران رو باز پس گرفته خوشحال میشه از این اتفاق و میفهمه که اون مشتری وقت هم هست الان طالع نیکی داره بالاخره سریر سلطنت ایران رو از زمین مجددا در آسمان کشیده شروع کرد به گنجفشانی و گوهرنساری در ملک ارمن که شادی خودش رو نشون بده به رسم دوستداری. ولی یه اتفاقی هم این بین افتاده بود فقط کسی که براش خبر آورده خبر نیاورده که او بر تخت سلطنت ایران تکیه زده خسرو و بازپس گرفته ملک ایران رو که نه خبران داده چه جوری این کارو کرده از کی کمک گرفته از قیصر کمک گرفته قیصر چه شرایطی پیش پاش گذاشته ای دخترش رو داده به او بزنی. ولی که از کار مریم تنگ دل بود که مریم در تعصب سنگدل دل بود هم تنگ دل بود از اینکه خسرو ازدواج کرده با دختر قیصر روم برحال الان هم شیرین عاقله بر تخت پادشاهی ارمن تکیز سیاست رو میفهمه میفهمه الان شرایط خسرو چگونه است و حالا چه مجبور شده چه مجبور نشده باید این ازدواج رو نگه داره این ازدواج اگر بخواد خدشه بهش وارد بشه یا مریم بخواد بهانه بکنه منجر میشه احتمالا به جنگ روم و ایران با پادشاهی ساسانی که خب قطعا زیر باره همچین چیزی نمیره تازه نشسته بر تخت سلطنت و مریم هم بسیار جدی بود در تعصب سنگل قرار نبود به این سادگی ها رضایت بده که خسرو و شیرین ببینه این یکی از شروط هست ملک را داده بود در روم سوگند مریم رو میگه که با کس در نسازد رای و پیوند یه همسر میگزینی اونم منم چون شیرین از چون این تلخی خبر یافت نفس را زین حکایت تلختر یافت دیگه اینقدر مقدار هم شد که خب من عملا به خسرو گفتم برو ملک رو باز پس بگیری الان دیگه با اینکه ازدواج کرده و خب زن در حقیقت سنگدلی هم در تعصب داره رسما من دورتر از خسرو شدم ز دلکوری به کار دل فرو ماند در آن مهنت چو خر در گل فرو ماند دیگه غرورش هم اجازه نمیده پیام بده به خسرو که با این وضعیت باید منتظر بنشینه که خسرو بیاد به دیدار او یا خسرو درخواست بکنه که او برگرده به تیسفون دیگه در آن یک سال کو فرماندهی کرد نه مرغی بلکه موری را نیازرد به کسی آزار نمیرسون واقعا عادل بود ولی دلش چون چشم شوخش خفتگی داشت همه کارش چو زلف ها شفتگی داشت با اینکه عادل بود اما دیگه از یه جایی به بعد انقدر آشفته بود در فکر خسرو و اینکه او الان داره با مریم چه میکنه من کی میتونم خسرو رو ببینم آیا عاقبت این عشق به کجا خواهد کشید دیگه کم کم داشت شوریده رای میشد حالا احوالش داشت به هم میریخت و میترسید که نتونه این عدل رو ادامه بده نتونه تصمیمات درستی برای سلطنت خودش بگیره و باز هم عقل از خودش نشون میده اینجا یعنی خودش به عنوان سلطان ارمن وقتی میبینه که الان حس و حال فرمان روایی نداره شرایطش برای فرمان روایی مناسب نیست و ممکن تصمیماتی بگیری که به ضرر مردم باشه عجیبه براتون ولی از سلطنت کناره گیری میکنه همی ترسید که از شوری درایی کند ناموس عدلش بی وفایی ترسید عدلش خدشدار بشه تصمیمات غلط بگیره جزان چاره ندیدان سر و چالا آن دعوی کند دیوان خود پاک انصراف داد از پادشاهی کند تنها روی در کار خسرو به تنهایی خورد تیمار خسرو نبود از رای سستش پای بر جای که بیدل بود و بیدل هست بیرای میگه دلش خوش نبود و خب کسی که بی بیرایی هم هست واقعا نمیتونه تصمیم درست بگیره نمیتونه عقلانی رفتار بکنه اگه حال احوالش خوب نباشه به مولایی سپردن پادشاهی سرش سیر آمد از صاحب کلاهی من نمیخوام من ترجیح میدم برم بشینم یه گوشه غم خسرو رو بخورم و این غم خسرو باعث نشه که من مملکت رو به باد بدم با تصمیماتم به گلگون رونده رخت بربست زده شاپور در فتراک او دست فتراک دوال یکی از زین است آویزون میکردن چیزی بهش ببندن پادشاهی رو میشه گفت کمابیش سپورت به شاپور که او مدیریت بکن آن خوبان چو ره در پای بفشرد کنیزی چند را با بود میخواست کجا بره پذیرفته بود که مجددن اینقدر عاشق پایداری است اینقدر عاشق پاکبازی است که سلطنت رو رها میکنه و حاضر میشه با چند کنیز دوباره را بیفته بره تو همون قصری که کنیزان خسرو در حرمسرا دستور داده بودن به بنا که برای او بسازه که در یک جای بی آب و علف در حقیقت نامتوعی بود ترجیح میده بره همونجا بنشینه در اون قصر سنگی به همراه چند کنیزش و از پادشاهی فاصله بگیره چند کنیز رو به خودش همراه میکنه میبره که در هر جای با او یار بودن این کنیزان برنج و راحتش غمخوار بودن بسی برداشت از دیبا و دینار ز جنس چارپایان نیز بسیار با خودش گله هم برد که اونجا حالا بعدم میپردازیم به اینکه چرا اینا رو با خودش برد ز گاو و گوسپند و اسب و اشتر چو دریا کرده کوه و دشت را پر و از آنجا سوی قصر آمد به تعجیل همون قصری که عرض کردم پس او چارپایان میل در میل خیلی با خودش چارپا آورده دگر ره در صدف شد لولوی تر به سنگ خیشتن در دادگوهر برگشت به همون قصری که قبلا توضیح داده بود مانند یک چخت سنگی میمونه که نه نوری داره نه طبع آدم رو برمی نه هوای جذاب آب و هوای خوبی داره و خب برای این میگه به سنگ خیشتن در دادگوهر گوهر که شاپور وقتی رفته بود دنبالش در اون قصر ورش داره بیاردش خب مثلا نمیفهمم تو برای چی اینجایی کی بود تو این کارو کرده اینجا تنها دلیلی که من میتونم متصور بشم برای اینکه تو اینجایی اینه که تو گوهری و خب گوهرم در دل سنگه که اینم پاش میلنگه اصلا جایگاه تو اینجا نیست میگه خودش دوباره برگشت مانند گوهر تن داد به همون سنگ به حوز هندوان آمد خزینه به سنگستان غم رفت آبگینه حداقل او رفت به این قصر بینوری نوری, نوری ببخش از آن در خوشابان سنگ سوزان چو آتشگاه موبت شد فروزان کماکان که گرم بود ولی دیگه مانند آتشگاه شده بود چون عملا شیرین با خودش یک نور به این قصر بینور اضافه کرده بود ز روی او که بود خورم بهاری شدن آتش کده چون لالزاری ز گرمی کان هوا در کار او بود هوا گفتی که گرمی دار او بود جذابه میگه هوا که اونجا گرم بود ولی انگار این هوا در هوشداری و گرمیداری و قمخاری شیرین به آتش و سوزش افتاده بود هوا هم انگار غمخوار شیرین بود خب خبر میرسه به خسرو دیگه بالاخره اومده در نزدیکی خسرو در در حقیقت قصر شیرین در نزدیک کرمانشاه ملک دانست که آمد یار نزدیک خسرو خبر داشت به دید امید را در کار نزدیک دل خسرو هم کمی قلقلک پیدا کرد امید رو هم در نزدیک میدید دلش خوش شد ولی ز مریم بود در خاطر هراسش میترسیدم از مریم خیلی هم زیر بیلیتش بود هم مثل که مریم عجیب چیزی بوده خیلی پیگیر بوده که مریم روز و شب میداشت داشت پاسش شیش چشمی داشت می پایید که این خطا نره کج نره به مهداوردنش رخصت نمیافت به رفتن نیز او فرصت نمی نه شرایط جوری بود که مریم اجازه بده بهش که شیرین رو برداره بیاره در حرم سرا شیش چشیدش میپایید خسرو رو از اونور یا به واسطه مشغله در حقیقت حکمرانیش یا از ترس مریم فرصتی هم پیدا نمیکرد که خودش بلند شه بره در حقیقت شیرین رو ببین به پیغامی قناعت کرد از آن ما به بادی دل نهاد از خاک آن را نبودی یک زمان بیاد دلدار و از آن اندیشه میپیچید چون مار پیغام فقط تونست بفرسته برای شیرین که میدونم اومدی در نزدیکی و خب بیاد دلدار خسرو هم نبود یعنی هم خسرو هم شیرین حالا شیرین که در یک قصر بی آب و رفته و خودش رو محبوس کرده خسرو بر تخت سلطنت ایران هست ولی خب بیاد شیرین نمیتونه روز و شب سپری بکنه از این بر مریم منور دلش نشسته اوزا پیچیده است و یک اتفاق عجیب میفته در این مقطع از داستان اتفاقی که واکنش خسرو به این اتفاق کم کم نشون میده که او از جوانی فاصله گرفته و کم کم ببینید از نظر حکمی کمی داره حکیمانه هم رفتار میکنه و فکر میکنه خبر پیدا میکنه که بهرام چوبین مرده حالا در جنگ که او رو نکشته بود بهرام چوبین با تنی چند از کارزاریان خستش گریخته بود خبر بهش میرسه که اتفاق افتاده حالا میپردازه تو شاهنشاه صبح آمد بر اورنگ سپاه روم زد بر لشکر زنگ همه اینا توصیف طلوع آفتاب است شاهنشاه صبح خورشید هست که بر اورنگ و بر تخت پادشاهی فلک اومده سپاه روم که سفید پوست هستن زد بر لشکر زنگ که سیاه پوست هستن بنابراین میخواد بگه که صبح داره میشه بر اومد یوسف این نارنج در دست ترنج محزول خاوار بشکست شد از چشم فلک نیرنگ سازی گشاد ابرو جهان در دل نوازی و خب وضعیت هم این گونه است که او با شوکت و جلال و شکوه خاصی بر تخت سلطنت این دفعه نشسته مخالفان رو ساکت کرده کسی که بر علیهش کودتا کرده بود رو هم که خیلی جنگاور بود و به جنگاوری مشهور بود شکست سنگینی بهش تحمیل کرده بود نشسته بود بر تخت پادشاهی با شکوه و جلال در پیروز گون گنبد گشادند به پیروزی جهان را مجده دادند زمان ایمن از قوقا و فریاد زمین آسوده از تشنی و بیداد تشنی از شناعت میاد دیگه از بدکاری رسوایی و بدگویی میگه جهان و زمین جهان میگه به واسطه اینکه اروپا چه هفت اقلیم میدونه حالا مفصل نمیخوام جغرافیا در حقیقت نظام جغرافی های داستان خسرو شیرین از دید نظامی رو نمیخوام مطرح کنم بعدا که میرسیم به شاهنامه جغرافی های اون لحظه رو براتون ترسیم خواهم کرد که او پادشاه کدوم قسمت ها بود خلاصه میگن در حقیقت محدوده قلم روی او که عملا بخش بزرگی از زمین بود آسوده از تشنیع و بیداد بود همه چیز پایدار به فال فرخ و پیرایه نو نهاده خسروانی تخت خسرو با شکوه سراپرده به صدره سر کشیده واجارایی رو دقت بکنید سراپرده به صدره سر کشیده سماتینی به گردون برکشیده سماتین یا سماتین سفره و خان هست یک خان عظیمی در حقیقت برقرار کرده بار عام داده بود الان میپردازیم بهش سراپرده به صدره سر کشیده سراپرده یعنی بارگاه صدره همون صدرت المنتها است جایگاه جبریل در بالای آسمان میگه این بارگاهش رسیده بود به آسمان یه همچین بنایی علم کرده بود و یک صفه عریض طویلی هم چیده بود ستاده قیصر و خاقان و فقفور یه کاماج از بسات پیشگه دور یعنی توی همچین وضعیتی تاج گذاری کرده و نشسته بر تخت بار عام داده همه رو به ملاقات پذیرفته که قیصر روم که کمکش کرده بود خاقان خاقانات ترک که قبلا راجع بهشون صحبت کردیم که بهرام چوبین هم از در حقیقت این رسته و دسته بود فخفور هم که راجع صحبت میکنه به شاه چین پارس ها به شاه چین حال فرق نش کی باشه به نهاد پادشاهی چین و پادشاه چین میگفتن فقفور میگه اینقدر شرایط عجیب و غریب بود و خسرو با جلال و شکوبر تخت نشسته بودی خانی رو هم در حقیقت برگشاده بود برای مردم که بار آم بده قیصر روم و رئیس خاقانات ترک و فقفور پادشاه چین یک بسات از پیشگاه و پیشگاه تخت پادشاه دور اونورتر هم نشسته بودن همه دست به سینه و خب به هر گوشه مهیا کرده جایی برو زانو زده کشور خدای شرایط این گونه است هر گوشه این پادشاهان و این فرمان روایان قلم متفاوت که زیل پادشاهی ساسانی تعریف می شدن اومده بودن برای در حقیقت تاجگذاری مجدد او که او بر تخت بنشینه و خب هر کدومشون زانو زده بودن موتی و خدمتگذار طرفداران که صف در صف کشیدند عجیب به حیرت پشت پای خیش دیدن اینقدر آدم جمع شده بود که نشسته بودن داشتن این نگام رو نگاه میکردن پشتشون رو نگاه میکردن با حیرت نگاه میکردن که این صف تا کجا رفته چقدر آدم اومده؟ کسی کش در دل آمد سر بریدن. کسی هم دیگه نمیتونست مخالفت با او بکنه سرمایه اجتماعی سنگینی پیدا کرده و قدرت هم از خودش نشون داده بود نیارست از سیاست باز دیدن کسی فکر کودتا به سرش هم نمیزد زبست گوهر کمرهای شب افروز در گستاخ بینی بسته بر روز دیگه کسی گستاخی نمیتونست بکنه قبا بسته کمربندان چون پیل کمربندی زده مقدار ده میل سپاهیان و جنگاورانش که مانند پیل قبابسته کمربسته به خدمت او ایستاده بودن یک کمربندی تشکیل داده بودن به طول ده میل ده هزار متر در آن صف کاتش از بیماب گشتی یعنی انقدر عبوحت داشت در اون لحظه که آتش هم از ترس آب می شد همچین وضعیتی بسیار است. در آن صف کاتش از بیماب گشتی سخن گر زر بودی سیماب گشتی رنگ از روی زر هم میپرید تبدیل به سیماب میشد نشسته خسرو پرویز بر تخت جوان فر و جوان تب و جوان بخت دو رسته پیش تخت پادشاهیش کمر بسته غلامان سراییش ز خاموشی در آن زرین پرگار شده نقش غلامان نقش دیوار سکوت مطلق همه محو قدرت و جلال و شکوه بودن زمین را زیر تخت آرام داده به رسم خاص بار عام داده یک رسم خاصی است این خاص و عام رو هم در نظر بگیرید در کنار هم جذاب کرده ترکیب این مصر رو یک رسم خاصی است دیگه کم پیش می بار عام به این گونه بدن بار عام داده بود شرف عمومی به فتح الباب دولت بام دادان زدر پیکی در آمد سخت شادان فتح الباب دولت یعنی از گشایش کارهاست دیگه همه چیز داشته طبق روال پیش می‌رفت و با یه پیکی از در اومد داخل سخت شادمان که چی زمین بوسید و گفتش شادمان باش به صاحب دولتی صاحب غران باش دارای سلطنت با دوام باش این قران و مشتری رو میگه دیگه یعنی تاله نیک باش تو زرین تخت باش و خوش فروبین که چوبین تخته شد بهرام چوبین چقدر زیباست چوبین تخته تابوت چوبی دیگه خوشا به حالت بهش میگه که شادمان باش که کار بهرام چوبین ساخته شد الان در تخته چوبین در تابوت خوابیده از دنیا رفته نشات از خانه چوبین برون تاخت که چوبین خانه از دشمن به پرداخت چوبین خانه دیگه قبلا خانه او بود دیگه مدت کوتاهی هم داشت سلطنت میکرد میگه دیگه دشمنی نداری همین یه دونه بود که این رو هم شکست داده بودی مهلت نداشتی بکشیش خودش از دنیا رفت و الان در تابوت واکنشی که شما انتظار دارید از خسرو اینه که خب الان جشن و سروری برقرار بکنه نه این اتفاق نمیفته و خسرو به شدت در این موضوع غمگین و ناراحت هم خودش رو نشون میده نه که نشون بده واقعا غمگین میشه و عزاداری هم میکنه چند روز و ابیات بسیار جذابی رو اینجا بیان میکنه نظامی که میتونه ما نشون بده کم کم خسرو از جوانی فاصله گرفته و دنیا رو درستتر درک کرده شهنشه از دل سنگین ایام مثل زد بر تن چوبین بهران میخواد به این پیکی که از در رسیده و شادمانه و این خبر رو خبر به زم خودش خوش رو داره به خسرو میده بهش بفهمونه که این خبر اونقدر که فکر میکنیم هم خوش نیست. یعنی من تازه ناپایداری جهان رو درک کردم. منم نمیدونم منم نمیدونم فردام چه خبره. یعنی همونقدر که نمیتونم الان تصور بکنم که تا چندی پیش او بر تخت پادشاهی ایران نشسته بود و من تونستم در حقیقت او رو خلع بکنم و او رو شکست بدم همونقدر هم نمیتونستم تصور بکنم چندی پیشش در حال فرار بودم و خب الان بر تخت پادشاهی نشستم دنیا همینقدر ناپایی داره و فراز و فرود داره من نمیتونم از مرگ او خوشحال باشم چون واقعا از دو ساعت بعد خودم خبر ندارم که بلایی ممکنه سر من بیاد که تا بر ما زمان چوب زن بود فلک چوبک زن چوبین تن بود چقدر این عبیات زیبا سروده شده واقعا هنرمندان سرود نظامی میگه تا زمانه بر ما چوب زن بود یعنی زمانه ما رو فلک کرده بود وقتی زمانه ما رو فلک کرده بود چوبمون میزد همون موقع همین فلک بر دهول پیروزی برای بهرام چوبین میزد چوبک زن این, این چوبک وسیله است که به دهول میکوبیدند میگه در همون حین فلک چوبک زن چوبین تن بود اینجوری نگاه نکنم منم اینجا نشستم خیلی خوش و خورم با این شکوه و جلال نشستم و دارم فرمان روایی میکنم معلوم نیست دو ساعت بعد چه خبره من الان نمیتونم خوشحال باشم که اون از دنیا رفته چون زمانی هم که او بر تخت نشسته بود من غمگین بودم چو چوب دولت ما شد براور مه چوبینه چوبین شد بخوابر میگه حالا که چوب دولت ما بارآور و براور شده میوه داده مه چوبینه چوبین شد در حقیقت به خاور حالا در شرقو از دنیا رفت نه این بهرام فقط این نه اشاره میکنه بهرام گور نه این بهرام اگر بهرام گور است سرانجام از جهانش بهره گور است اگر بهرام گوری رفت از این دام بیا تا بنگری صد گور بهرام جهان تا در جهان یاریش میکرد تمنای جهانداریش میکرد کجا آن شیر که از شمشیرگیری زمستی کرد با ما شیرگیری گیری می کشی؟ چی شد الان که من الان میشستم بر تخت پادشاهی الان من فکر میکنی الان از مرگ او خوشحالم و شاخشونه می میکشم که من بر او پیروز شدم کو همین چندی پیش واقعا با یک نیرنگ ساده من رو از سخت سلطنت دور کرده بود و خب همین چندی پیش باش داشتم می جنگیدم آخر موفق شدم شکستش بدم ولی نتونستم در جنگ بکشمش به حال جنگ بود بود قدرتمند بود کجا آن شیر که از شمشیرگیری زمستی کرد با ما شیرگیری کوشنا در تخته چوب خوابیده کجا آن تیغ کاتش در جهان زد تپانچه بر درفش کاویان زد این درفش کاویانی رو میخواست سرنگون بکنه تپانچه بهش میزد تیغ برکشیده بود علیه ما الان در گور خوابیده من چرا باید مطمئن باشم که فردا زنده بسا مردانه کو از شیرزاد است فریب خاکشان برباد داده است اینگونه نیست ممکنه شما شیرزاد هم باشی جنگاور هم باشی ممکنه احساس غرور و عزت و جلال و قدرتمندی هم بکنی ولی فریب این خاک بربادمون خواهد داد من اسیر این خودبینی نخواهم شد که این اتفاق برای من هم بیفته بسا گرگ جوان که از روبه پیر به افسون بسته شد در دام زنجیر از آن بر گرگ روبه راست شایی که روبه دام بیند گرگ ماهی میگه روباه مکاره ولی حواس جمعه برا همین هم نسبت به گرگ گرگ قدرت بیشتری از روباه داره ولی خب روباه سیتره داره بر گرگ میگه از آن بر گرگ روبه راست شاهی که روبه دام بیند گرگ ماهی روباه حواسش به دام جلوی پاش هست بسا شه که از فریب یاف گویان خصومت را شود بی وقت جویان یه وقتا نشستیم یه جای دورمون رو میگیرن خب دمی به دم ما میدن بادی هم در غبغب میندازیم فکر میکنیم خبریه و خصومت رو بی وقت جویان میشیم عمل کردی از خودمون نشون میدیم که در قد و قواره ما نیست. اصلا مال ما نیست اون کار داره همین رو اشاره میکنه که او بهرام چوبین من نمیتونم خوشا او داش می او جنگاور بود برای پدر من جنگیده بود در کلی جنگ شمشیر زده بود نشستن دورش کردن احتمالا که به این نجه رسیده بود که خب الان که در حقیقت هرمز چهارم رو از سلطنت کنار زده و خب او چون قدرتمند و جنگاور هست میتونه بیا سیاست رو هم در دست بگیره خصومت رو بی وقت جویان شد سرانجام از شتاب خام تدبیر به جای پرنیان به جای اینکه ابریشم در دورش باشه بر دل نهد تیر به مرگ دوچار میشه ز مغروری کلاه از سر شود دور مبادا کس به زور خیش مغرور مثل بهرام چوبی چرا قرچه ز روغن نور گیرد ولی بسی باشد که در روغن بمیرد همونجوری هم خاموش میشه خورش ها را نمک رو تازه دارد چیزی نگنده نمک بهش میزنی ولی نمک باید که نیز اندازه دارد شما اگه توانایی و قدرتمندی هم داری جنگاور هم هستی مثل بهرام چوبین باید بدونی که تو یه حد و مرزی برای جایگاه تعریف شده تو در یک مدیومی قهار هستی دلیل نمیشه که تو از سیاست هم سر در بیاری بخوای بنشینی بر تخت پادشاهی نمک هم اندازه داره اگر میخوای حتی باعث بشی چیزی نگنده. مخور چندان که خورما خار گردد گوارش در دهن مردار گردد خوردن هم اندازه داره به کم میخواد بگه قانه باش چنان خور که از ضرورت های حالت حرام دیگران باشد حلالت قانه باش قناعت پیشه بکن مقیمی را که این دروازه باید غم و شادیش را اندازه باید حد خودش رو باید بدون آدم مجو بالاتر از دوران خود جای مکش بیش از گلیم خیشتن پای این رو هم میتونید دوران بخونید هم دوران بخونید دوران بخونید در معنای تقدیر میتونید برداشت ازش داشته باشید که از حد مرزی که زندگی برای تو درست کرده و تقدیر تو در اون میبینید دیگه فراتر نرو دیگه تبهان برد نداره پا تو از گیلیم خود دراستر نکنی یا دوران هم میتونید بخونید به نظر من دوران دقیق تر هست اگر بخونید چون در معنای دایره هست حدود مجاز هست میخواد بگه پا تو از گیلیمت بیرون تر مجو بالاتر از دوران خود جای بیرون از این هیته ای که برای ترسیم شده قدم نذاردی چو دریا بر مزن موجی که داری مپر بالاتر از اوجی که داری حد تو بدون بدون تا کجا زورت میرسه پرواز کنی پس از اون دیگه میشه بلند پروازی زور پرت نمیرسه سقوط میکنی یا با سر میخوری زمین به قدر شغل خود باید زدن لاف که زردوزی نداند بوری آباف خیلی زیباست این بیت یعنی همین همی یک بیت رو ما بفهمیم فکر میکنم برای یک زندگی کافی است شما میدیوم خودت رو بدون این چارچوبی که دورت کشیدن رو بدون آقای بهرام چوبین شما جنگاور هستی شما بعد در لشکر بجنگی برای نهاد پادشاهی مانند عمل کردی که به عنوان مثال سام در شاهنامه داره کرکتر جذابی داره هر آنچه که شاه منو از اون میخواست انجام میداد و, و سر تا سر زندگیش رو در جنگ بود و حالا قسمت بعدی که پس از این در حقیقت قسمت تقدیم حضورتون میکنم هم قسمت بعدی شاهنامه است که پادشاهی نوزر شروع میشه و سوی جذابتر کرکتر سام رو هم خواهید دید تو جنگاوری باید جنگ تو بکنی تو مولایی تو آخوندی بشین پای منبرت چهار تا مرید پیدا کن درس و وضع تو بده چیزایی بهشون بگو که خودت هم عمل نمیکنی سرگرم باشید دور هم چه رفتی به حکومت دارید شما اصلا چه نیکو داستانی زد هنرمند حلیله با حلیله قند با قند کبوتر با کبوتر باز با باز شنیدید دیگه حد بدونید نفر رخ شد نهاد نو نهادن ره و رسم کهن برباد دادن بدعت گذاری که نشد کار که نهاد پادشاهی در کار خودشون میکنه نسلا در نسل پدران من پادشاه ساسانی بودن یا چی شد که شما به این نجه رسیدی بدعت بذاری به کودتا بکنی جنگ بکنی پدر من رو کور بکنی در بندش بکنی بکشی علیه من دروغ پخش بکنی من رو از تخت شاهی دور بکنی خودت بیای بشینی به تخت شاهی که نتیجه شد دیگه رفتم یه اعتلاف کردم و منم شکستت دادم چی شد که باعث شد تو احساس بکنی به خاطر اینکه جنگاور هستی توان سلطنت هم داری به قندیل قدیمان در زدن سنگ به کالای یتیمان در زدن چنگ دست روزی به چیزی که مال تو نیست که نباید بکنی هران کو کشت تخمی کشته برداد نه من گفتم که دانه زو خبر داد به سرهنگی همایل کردن تیغ بسا مهرا را که پوشد چهره در میر بالاخره این تخمیست است که خود او کاشته خود بهرام چوبین کاشته منم نمیگم که بار میده بالاخره بار این عمل کجش هم کج بار خواهد اومد دیگه سرهنگی همایل کردن تیغ علاوه که یکی همایل میکنه شما لگه تیغ همایل کردی در بره تا شمشیر به دست گرفتی یهو دیدی مهت در پشت ابر پوشیده شد اینجوری نیست به این سادگی نیست به خون ریزی مبین کو شیر گیرد که خونش گیره در چه دیر گیرد اینجوری نگاه نکن که در جنگاوری ممکنه تسلط داشته باشی و شیرگیری بکنی خون گردن رو خواهد گرفت خونش گیره در چه دیر گیرد خون خودش هم ریخته خواهد شد دیرگیره ولی شیرگیر این اتفاق براش میفته ستم در مذهب دولت روا است که دولت با ستم کار آشنا نیست من اصلا کاری ندارم بهرام چوبین با مردم من هم ستم کاری کرده بود یا نه به خود من که ستم کرده بود به من تهمت زده بود من پدرم رو نکشتم من چه در چشم پدرم میل نکردم من پدرم رو حبس نکردم من او رو به کشتن ندادم یکی دیگه هم رفته اون سکه ضرب کرده بود این کارا رو با من کردن این این ستمکاری دیری نخواهد پایید نتیجهش چی شد الان من بر تخت سلطنتم چرا داره این رو میگه برای اینکه حواسش به خودش باشه که او هم بلند پروازی نکنه او هم ستمکاری پیشه نکنه چون از فردا خبر نداره او هم اگر این گونه تخم بکاره این کشته بر خواهد داد و دوباره بر خواهد گشت این رفتار به خودش اینا رو داره عملا در قالب نصیحت به این پیک میگه در چشم عموم ولی تشری به خودش داره میزنه خری در کاهدان افتاد ناگاه نگویم وای بر خر وای بر کاه دیزی زیباست مگس بر خان حلوا کی کند پشت به انجیری قرابی کی توان کشت قرابی هم قرابی نوعی از خرما از شیرین است به سیم دیگران زرین مکن کاخ او دین رخنه گردد کیسه سوراخ نمیشه از اعتبار بقیه خرج کرد در دین در راه و روشت رخنه ایجاد خواهد شد کیسه زرتون هم سوراخ خواهد شد یعنی این پایدار نخواهد بود نگه دارن در این آشفته بازار کدین گازر از نارنج عطار کدین گازر گازر به رخت شو میگفتن کدین همین کدنگشون بود این چوبی که میزدن به رخت و رخت شویی میکردن یا آشفته بازار هر کی باید سر جای خودش باشه اینجوری نیست که اگه یکی زور رخت شویی داره و کدین گازور در حقیقت با کدنگ شروع میکنه به رختشویی و توان جسمانیش رو داره از نارنج عطار باید این رو دور نگه داشت هر کسی سر جای خودش سلسله طبقات اجتماعی اون جنگاوره سر جای خودش وزیره سر جای خودش وکیله سر جای خودش من فرمان روا سر جای خودم رعیت سر جای خودشون دهقان سر جای خودش و یه تشری هم میزنه به درباریان اینجا میگه خود شما این کدین گازو رو از نارنج عطار دور نگه نداشتید یه جنگاور رو از تخت سلطنت دور نگه نداشتید کارش چیز دیگری بود حالا من که شما رو معاخذه نکردم من که شما رو به حبس و زندان ننداختم من که شما رو از دم تیغ نگذروندم ولی تشری که بهشون میزنه اینه مشو خاموش چو کار افتد به خاری که باشد خاموشی نوع این زیاری وقتی که او داشت علیه من میشورانید کشور رو شما ها چرا خاموش بودید حالا پدر من رو در بند کرد در چشم اون میل فرو کرد کشتش شماها چه غلطی میکردید شما چرا زبان در کام کشیده بودید هیچی نمیگفتید این خودش نوعی از همکاری و یاری است دیگه وقتی کار کشیده به خاری سردار سپه پدر من بر علیه او شوریده چشم او رو در کورش کرده بر علیه من تهمت پخش کرده حالا عموم مردم نمیدونن هی یه کلاق چل کلاخ کن شما که در دربار دیده بودید من این کارو نکردم شما که میدونستی این تهمته چرا خفه خون گرفته بودید یک مسئله جذاب میزنه شنیدم من که در زنجیر آمان مهی بود است از آن آشفته نامان یک مسئله جذابی است چی میگه زنجیر آمان آمان اینجا منظور عوام مردم صرفا نیست جاهلان هست میگه شنیده بودم یک بزرگی در قل و زنجیر این جاهلان گیر کرده بود مهی بزرگی است از آن آشفت نامان نمیگه طرف آشفته بودم. میگم آشفت نام بود یعنی عاقل دیوان نما بود چگونه بگم بهلولوار رفتار میکرد میگه حکایت این مسئله که یه سری جاهل یک عاقلی که حالا در ظاهر شکل دیوانه ها بود رو در زنجیر کشیده بودن چو با او ساختی نابالغی جنگ به بالغ تر کسی برداشتی سنگ این عاقل دیوان نما رو میگه اینو گرفته بودن یه آدمی که شکل دیوانه ولی عاقل بود واقعا نزدن و حکیم بود گرفته بودن در بند کرده بودن که چرا یه بچه بلند شده با او به دعوا کردن سنگی به او پرتاب کرده و او این دعوا رو برنگردونده به اون بچه شروع کرد با بالغان اون اطراف به نزاع کردن بپرسیدن که از تفلان خوری خار زپیران کین کشی چون باشد این کار بچه زدادت چرا به بقیه کار چه بزرگتره داری دعوا میکنی دیوونه ای واقعا به خنده گفت اگر پیران نخندند کجا تفلان ستم کاری پسندند شما مسئولانه رفتار نکردید که این بچه به منی با این سن و سال بلند میشه سنگ میزنه من که تو سر اون بچه نمیزنم تو سر شما ولی میزنم شما آگاه بودید شما بزرگتر بودید اینا رو داره با کنایه به درباریان میگه دیگه شما که میدونستید عموم مردم اینجا مانند این آمان مثل جاهلان برخورد کردن اطلاعاتی نداشتن که شما که میدونستید چه خبره ماجرا از چه قراره شما چرا هیچی نگفتید چو دست از پای ناخشنود باشد دست و پا آسیب نمیبینن به جرم پای سر معخوز باشد بله و به بالاترش حمله کرد و بله بالاترش رو مقصر به جباری مبین در هیچ درویش که او هم محتشم باشد برخیش جباری یعنی ستم ستمگر و محتشم هم یعنی محترم یا درویش هست آره ممکنه با حس و حال درویشی هم از کنار تو رد بشه ولی پیش خودش محتشمه ها شما حق نداری به ستم کنی زه عیب نیک مردان دیده بردوز هنر دیدن ز چشم بد در آموز هنر بیند چو عیب این چشم جاسوس اصلا چشم اون دنبال اینه که بد ببینه همه چیز رو تو چشم زاغ بین پای تابوس این همه زیبایی در تابوس نهفته است در پرهاش تو پاش نگاه میکنی که از پاش عیب بگیری زاغ به اون سیایی رو فقط به خود زاغ نگاه میکنی چشمانش نگاه کن که زیباست چرا دنبال عیب هستی تو را حرفی به صد تزویر در مشت منه بر حرف کس بیهوده انگوش کدوم ما رو راستیم هممون یه چیزی میگیم تو دلمون یه چیز دیگه است دیگه هر کدوممون حرفی میزنیم صد تزویر در مشت داریم ریاکاری میکنیم صورت یه چیزی نشون میدیم سیرت ما یه چیز دیگه است اون وقت انگشت بر حرف دیگران خیره میگیریم به عیب خیش یک دیده نمایی به عیب دیگران صد صد گشایی میگی میشه نه ای آینه کم کن عیب برای آینه رها کن سخت روی برای چی ای میخوای عیب همه رو بهشون نشون بدی مانند آینه عیب نما آینه نیستی تو که حفاظ آینه این یک هنر بس که پیش کس نگوید غیبت کس کاش حداقل که اگه آینه وارم میخواستید ای هر کسی رو بهش نشون بدی اینقدر غیبت نمیکردی. حفاظ آینه این یک هنر رو حداقل داره که عیب کسی رو به کس دیگه ای نشون نمیده ای بر کسی رو به خودش نشون میده چو سایه روسیاهان کس نشیند که واپس گوید آنچ از پیش بیند حرف بیار ببری میکن نشاید دید خسم خیش را خورد که نرد از خام دستان کم توان بود مشو قره بران خرگوش زرفام که بر خنجر نگارد مرد رسام چرا؟ که چون شیران بدان خنجر ستیزند به دو خون بسی خرگوش ریزن آدم نباید دشمنش رو دست کم بگیره دشمن رو خار به پنداری کارت ساخته است در آب نرم رو منگر به خاری که تند آید گه زینهار خاری بر آتش دل منه کورخ فروزد که وقت آید که صد خرمن بسوزد همه چیز رو سهل و ساده و سطحی نمید بران کس کوزند لاف دلیری ز جنگ شیر یابد نام شیری اجازه بدید احترام بهرام چوبین رو هم حفظ بکنیم. اینجا داره به اون پیک میگه ولی عملا داره, داره به در میزنه که دیوار بشنوه میگه بهرام چوبین به پادشاهی رسید مدت کمی رو هم بر تخت سلطنت من نشسته بود ولی واقعیت اینجاست که جسارت هم کرد حالا اینکه او بلند پروازی داشت حد و حدود خودش رو نمیدونست به کنار در این سطح هم باید محترم بشماریمش که او تلاش کرد برای اینکه به تخت پادشاهی برسه حالا به زر و زور و تهمت و جنگ خواست من رو از تخت سلطنت هم دور بکنه ببینه ولی تلاشش رو که کرد هران کس کوزند لاف دلیری ز جنگ شیر یابد نام شیری چون که این خواهیز خسرو کرد بهرام ز کین خسروان خسرو شدش نام حال او هم خسرو شد نه در در معنای نام ندی خسرو یعنی پادشاه شد بالاخره از من که این خواهی کرد با من جنگید من رو از تخت به دور کرد من از میدون به در کرد که نشسته بود بر تخت شما نمیتونید او رو خار بپندارید ولی نبینید که من فرار کردم به هر حال او هم مانند روبه عمل کرد کاری که باید میکرد رو کرد هوشمندی کرد که من رو تونست کنار بزنه و خب تا اینجاش جدا قابل احترامه تلاشش کرد به هر با کمز خود خود را نسنجی کز افتادن و زفکندن برنجی من رو زد کنار که اسم و رسمی پیدا کرد در این حد که باید براش احترام قائل باشیم برای بهرام و خب خودش رو با کمتر از خودش نسنجید او جنگاور بود و خودش رو با پادشاه سنجید و خب کم هم جذاب نیست آدم نباید خودش رو با کمتر از خودش بسنجید ستیزه با بزرگان بهتوان برد که از همدستی خوردان شوی خورد کسی میخواد خودشو در جنگ و جدالی هم نشون بده و با بزرگتر از خودش نشون بده که بنده خسرو بوده باشم باز هم به این دلیل براش احترام قائلم نهنگام به که با دریا ستیزد چرا؟ کذاب خورد ماهی خورد خیزد نهنگ جاش برای شکار تو دریاست اگر بهرام چوبین هم نهنگ بود باید با پادشاه می جنگید من در این حد میتونم درکش بکنم از آب خورد ماهی خورد هم میریزه نهنگ رو که سیر نمیکنه خلاصه چو رو گفت بسیاری در این با بزرگان ریختند از دیده ها آب تاثیرگذار گذار بود صحبتش دیگه هم حکیمانه بود و هم به اطرافیان داشت نشون میداد که شما کم به من بد نکردید او حالا بلند پروازی کرد که بیاد جای منو بگیری ولی شما همه زبون به دهن گرفته بودید هیچی نگفتید خب همه شرمنده شده فرود آمد ز تخت آن روز دلتنگ روان کرده ز نرگس آب گل رنگ اشکش هم جاری شده بالا دلتنگ شیرین که بود ولی خب بالاخره آدم تاثیر میذاره روش وقتی میبینه که نوجوان مردانه بهش پشت شده بوده مدتی سه روز اندو خورد از بهر بهرام نه با تخت آشنا میشد نه با جام چهارم روز اشرت تازه کردن سه روز اندو خورد و ازاداری کرد برای بهرام روز چهارم زد به خط اشرت چهارم روز اشرت تازه کردند غناها را بلند آوازه که غنا نخونید رو غنا هست در معنای آوازه خان آوازه ها رو فرا خوند شروع کردن به آوازخانی خانی به بخشیدن در آمد دست دریا زمین گشت از جواهر چون سریا چی شده بود حالا با شخصت بعدی آشنا میشید ملک چون شد زنوش ساقیان مست باده نوشیده خسرو مست شده مستم میشه فکرش میره کجا بیشه شیرین غم دیدار شیرین بردش از دست طلب فرمود کردن بار بد را و زود درمان طلب شد کار خد را گفت بار بودو بیارید شروع بکنه به نوازندگی میخوام شبش کنم بارباد رو فرا میخونه که اگر یادتون باشه جزء وعده هایی بود که در خواب پدربزرگش بزرگش انوشی روان عادل به واسطه تعملش و صبرش بابت خشم پدرش به او وعده داده بود که سه چیز رو از دست داده سه چیز هم به دست میاری یک معشوق زیبا به دست میاری که شیرین بود یک اسبی به دست میاری که شبدیز بود و یک مطربی به دست میاری که نامش باربده و خب اینجا فرا میخوندش این مطره به دربار رو او راه پیدا میکنه و خب جز آهنگسازان قهار و مشهور تاریخ در حقیقت ایرانیان هم هست حالا میپردازیم بهش مخصوصا به ویژه در شاهنامه هم بهش خواهیم پرداخت اونجا سعی میکنم بیشتر تحلیلش کنم چون اینجا نمیخوام خیلی از ریتم داستان بیفتیم روز چهارم میل اشرت به سرش زده باربد یا همون باربود البته که درستش باربد هست رو هم خونده به دربار در آمد باربد چون بلبل مست گرفته بربتی چون آب در دست با سازش اومد ز صد دستان که او را بود در ساز گزیده کرد سی لحن خوش آواز او آهنگ ساز بود و آهنگی کس دیگری رو اجرا نمی کرد و از صد دستان از صد آوازی که او از بر بود سی لحن و سی نقمه رو انتخاب کرده بود که اون شب بخونه که این بزم رو ساز بکنه من. ز خوش لحنی در آن سی ساز چون نوش گهی دل دادی و گه بستدی هوش انقدر خوش آوا هم بود که هوش از سر بقیه می از این صد دستان یا صد نقمه یا صد لحن که خودش ساخته بود به عنوان یک موسیقی دان بار بعد به فراخور این بزم که این بزم رو با آتش بکشه در اشرت سی لحن و سی نقمه رو انتخاب میکنه که پشت سر هم بخونه کرس کردم سی بیت باید قاعدتا می سرود ولی 29 بیت سروده چون دو لحن و دو نقمه رو در یک بیت آورد بگذاریم من برای اینکه دلم نمیخواد این 29 سی بیت رو وقتی می خونم بینش توقف بکنم چون تمام لطفش به اینه که وزین پشت سر هم خونده بشه اگر سرچ بکنید این سی لحن باربد رو حتی در اینترنت با سی تا کلمه مواجه میشید یا سی تا عبارت مواجه میشید که نام این در حقیقت ترانه است که داره میخونه و هر کدومش به موضوعی اشاره داره یعنی بی خود بی انتخاب نکرده بخونه یه بند و پیوندی هم به هم دیگه دارن این نغمه ها و خب من هر کدوم رو برای شما جداگونه این سی لحن رو هر سی تاش رو توضیح میدم بعد میرم سراغ ابیات لحن اول یا ترانه اولی که اجرا میکنه نامش هست گنج باداورد حالا به چی داره اشاره میکنه؟ به گنج دوم خسرو معروف هست در منابع مختلف که خسرو هشت گنج در برخی منابع هفت گنج داشته این گنج دوم هست چگونه به می دست میاد که امروز هم به شکل زربل مثل ازش استفاده میکنیم باداورده رو باد میبره؟ کی به دست میاد وقتی که خسرو حالا در آینده به اینا برمیخورد شهر قسطنطنیه رو محاصره کرده قیصر روم از ترس اینکه گنجش رو از دست بده این گنج رو سوار یک کشتی بادبانی میکنه که بفرسته به جزیره ولی باد مخالف وزیدن میگیره گنج رو میرسونه اتفاقا به دست سپاهیان خسرو و خسرو تصاحبش میکنه برای همین بهش میگفتن گنج باد آورد منوچهری داره در در حقیقت اشعارش وقت سهرگه چکاو خوش بزند در تکاف ساعتکی گنج باد ساعتکی گنج گاو گنج گاو چرا این بیت رو انتخاب کردم؟ چون لحن بعدی که میخونه گنج گاو هست اون چیه؟ نام یکی از گنج های جمشید هست که در زمان بهرام گور ظاهر شده حالا به اون هم میپردازیم در شاهنامه جذابه یه دهقانی داشت زمین زرایش رو آب میداد بعد میده هرچی آب میده میره داخل یه حفره ای تو زمینش میدونی چه خبره میدونی هم, بی... هر هم... آب میخوره این حفره سیر نمیشه سر صدایی هم ازش در میاد نمیدونی چی همینجوری هم که نمیتونست زمین رو بکنه میره به پادشاه به بهرام گور میگه من یه چیزی دیدم بیا چیه بهرام گور دستور میده که اونجا رو بکنن و بعد میبینن که اون زیر دو تا گاو میشه بزرگ پیدا میکنن که از طلا ساخته شده بودن و خب درونشون هم از مروارید پر شده بود که خب حالا در ادامه بهرام گور همون رو پخش میکنه بین مردم اون گنج رو این لحن سوم یا در حقیقت ترانه سوم هست گنج سوخته گنج پنجم از هشت گنج یا هفت گنج خسرو هست که هم بهش گنج سوخته میگن هم سخته میگن سوخته بهش میگن چون حالا میپردازم چرا به این گنج معروف شده سخته هم بهش میگن در معنای سنجیده در زمان ساسانی مربوط میشه زمان ساسانی یه افسانه نقل شده که گنجی در سرزمین فارس بود یه سایقه بهش میزنه چهار ماه میسوزه این گنج و بوی این آتش سوزی تا چهل فرسخ اطراف همه حیوانات رو به کشتن میده ولی خب پس از اینکه این آتش فروکش میکنه زیر خاکسترش یاقوت بزرگ پیدا میکنن که این سخته و سنجیده هم شده لحن چهارم یا نقمه چهارم شادروان مروارید هست که این به چی اشاره میکنه میگن یه روزی همین بار بعد میره به شادروان یا چادر خیمه پادشاه و وارد خیمه خسرو میشه این نقمه رو میخونه و خیلی لذت میبره خسرو یک طبق مروارید به او هدیه میده برای همین نام این قطعه رو میذاره شادروان مروارید بعدیش لحن بعدی یا لحن پنجم تخت تاقدیسی هست این چیه اشاره به چی میکنه یک تخت پادشاهی چند طبقه بوده که در افسانه ها میگن که از فریدون به خسرو پرویز رسیده بوده ارتفاعش پنج زرا بوده و صور فلکی رو روش نقش بندی کرده بودن بنابراین در رابطه با این تخت خوند لحن ششم و هفتم ارز کردم سی لحن و سی تران از سال 29 بیت گفته به همین دلیل چون لحن ششم و هفتم رو در یک بیت آورده ناقوسی و اورنگی هست این آواش آوای این ترانه‌ای که ساخته بوده اقتباس شده بود از ناقوس ترسایان و مسیحیان و گویا این این رو که می نواخته بار باربد پیش تخت خسرو پرویز هم فرکانس می شده با لرزش تخت خسرو پرویز تخت خسرو رو میلرزونده بنابراین ناقوسی بود که اورنگ پادشاهی رو به لرزه در می آورد نغمه بعدی حقه کالوس بوده کالوس در معنای ابله و احمق استفاده شده اینجا احتمالا ترانه ترانه با مضمون پندامیز بوده شمس فخری هم از این ترانه استفاده کرده در ابیاتش بزرگی ار طلبت خسم شاه داند عقل که سروری و بزرگی نیاید از کالوس کار احمق نیست نقمه بعدی ماه بر کوهان هست اشاره به ماه بالای کوهسار داره ترانه اعتمالا در وصف طبیعت بوده عنصری هم از این عبارت از این نقمه باربد در رویاتش استفاده کرده زبهر سور به بزم تو خسروان جهان همیزنند شب و روز ماه بر کوهان یعنی شب و روز در بزم تو این نقمه از باربد رو در حقیقت می نوازند و می خونند. لحن دهم ده مشکدان است اسم آهنگ بعدی که اجرا میکنه مشکدان است که حاوی نقمه عاشقانه بوده نقمه بعدی و لحن بعدی که اجرا میکنه آرایش خورشید هست در وصف زیبایی صورت معشوق ترانه ساخته و لحن دوازدهم و نقمه دوازدهمی که اجرا میکنه لحن نیمروز هست که به مفهوم عدالت پرداخته در این نقمه به یک روز در سالی اشاره میکنه که خسروان سیستان داوری محکمه مظالم رو به عهده می گرفتن تا نیمه روز در حقیقت قضاوت محکمه ظالمان رو به انتها می رسوندن و نیم دیگر روز به داد مظلومان رسیدگی می کردن شده لحن نیم روز لحن بعدی ترانه بعدی سبز در سبز هست ازش برمیاد که در شرح طبیعت باشه نقمه نقمه قفل رومی هست و لحنی است و نغمه است درباره یکی از شاهان ساسانی که قفل رومی زده شده بر گنج های رومی رو گشود نغمه نغمه حماسی بوده نغمه 15 هم نامش بوده سروستان نغمه در شرح باغ بوده از ساخته های باربت اشاره به یکی از باغ قصری در عهد ساسانی میکنه برای همین اسم اون باغ واقعا سروستان بوده یعنی باغ مشخصی است این باغی که داره ازش صحبت میکنه نغمه بعدی نامش هست سرو صحیح که در رابطه با آزادگی سروه نقمه بعدی نامش هست نوشین باده نقمه بزمی به نظر میرسه نقمه هجده هم اسمش هست رامش جان که خب آرامش بخش به نظر میرسه این نقمه هم نقمه بعدی نقمه نوزدهم ساز نوروزی است ای در باب تولد طبیعت و اعتمالا نوشدگی بوده نقمه بیستم نقمه عجیبی هم هست نامش هست مشکویه همون بهتر که زمان این رو سرود و خوند جلوی خسرو که شیرین در اون اطراف سیر نمی کرد چون احتمالا در باب زیبایی زنان حرمسرای سلطان نقمه پردازی شده بوده مشکویه نقمه بعدی نقمه 21 نقمه مهرگانی است لحن مهرگانی که خب از اسمش مشخص در وصف پاییز هست نقمه 22 مروای نیک هست که خب در شرح طالع نیک احتمالا نقمه و آهنگی سروده بود مروا در معنای فال نیک هست دیگه نقمه 23 از نامش مشخصه شبدیز احتمالا در شرح اسب خسرو بود و نقمه 24 شب فرخ هست احتمالا نقمه حاوی شرح شب وصل هست نقمه 25 فرخ روز هست که شرح سعادتمندی و خوشبختی است این نقمه دیگه نغمه های بعدی از اسمشون میتونید حدس بزنید کپک دری هست نخجیرگان هست در رابطه با شکار کین سیاووش هست در باره مرگ سیاوش کین ایرج در رابطه با کین خواهی فرزند ایرج و نبه ایرج هست و در انتها نغمه باغ شیرین نغمه سیوم که در وصف قدرت و ثروت خسرو سروده شده اما براتون بخونم این ابیات رو بربت در دست شروع میکنه باربت و خب با لحن اول که گنج باداورد بود چو یاد از گنج باداورد راندی زهر بادی لبش گنجی فشاندی لحن دوم گنج گاو چو گنج گاو را کردی نواسنج برافشاندی زمین هم گاو و هم گنج لحن سوم گنج سوخته ز گنج سوخته چون ساختی راه ز گرمی سوختی صد گنج را آه بعدی شادروان مروارید چو شادروان مروارید گفتی لبش گفتی که مروارید سفتی بعدی تخت تاقدیسی چو تخت تاقدیسی ساز کردی بهشت از تاقا در باز کردی بعدی دو لحن در یک بیت ناقوس و اورنگ چو ناقوسی و اورنگ آمدی باز شدی اورنگ چون ناقوس از آواز بعدی حقه کالوس چو قند از حقه کالوس دادی شکر کالای او را بوس دادی اینقدر زیبا بود بعدی ماه بر کوهان چو لحن ماه بر کوهان گشادی زبانش ماه بر کوهان نهادی چو برگفتی گفتی نوای بعدی مشک دانه خوتن گشتی بوی مشک خانه بعدی آرایش خورشید هست چوز آرایش زدی خورشید راهی ز آرایش بودی خورشید ماهی انقدر زیبا بعدی نیمروز هست چو گفتی نیمروز مجلس افروز خرد بی خود بودی تا نیمه روز که پادشاه تا نیمه روز در محکمه مظالم بود چو بانگ سبز در سبزی رسیدی بعدی زباغ خشت سبزه بردمیدی بعدش قفل رومی بود چو قفل رومی آوردی در آهنگ گشادی قفل گنج از روم و از زنگ بعدی سروستان بود چو بر دستان سروستان گذشتی دستان اینجا در معنای نغمه و آواز است چو بر دستان سروستان گذشتی آوای سروستان رو سرداد داد سالی به سروستان نگشتی بعدی سرو بود چو آن سرو را ساز دادی سهی سروش به خون خط باز دادی بعدی نوشین باده بود چون نوشین باده را در پرده بستی در پرده ساز خمار باده دوشین شکستی چو کردی رامش جان را روانه بعدیست است زرامش جان فدا کردی زمانه بعدی ساز نوروز هست چو در پرده کشیدی ساز نوروز به نوروزی نشستی دولتان روز مشکویه چو بر مشکویه کردی مشک مالی همه مشکو شدی پر مشک حالی بعدی مهرگانی پاییز چون او کردی نوای مهرگانی ببردی هوش خلق از خوش زمانی فصل و چو بر مروای نیک انداختی بال مروای نیک همه نیک آمدی مروای آن سالون سال بختت نکو شد. هر شب کو گرفتی راه شب دیز نغمه شب دیز شدندی در همه آفاق شب خیز بعدی شب فروخ چو دستان در شب فروخ کشیدی از آن فرخنده تر شب کس ندیدی بعدی فروخ روز چو بازش رای فروخ روز گشتی زمانه فروخ و فیروز گشتی اونچه کپ که چو کردی قنچه کپ که دری تیز نمودی قنچه کپ که دلاویز بعدی نخچیرگان بود چو بر نخچیرگان تدبیر کردی شروع به نواختنش کردی بسی چون زهره را در فلک دیگه عملا نخچیر کردی بعدی کین سیاوش بود چو زخمه راندی از کین سیاوش پر از خون سیاووشان شدی گوش کین ایرج بعدی چو کردی کین ایرج را سر آغاز جهان را کین ایرج نو شدی باز امیدوارم اگر دارید این ابیات رو میخونید جز اون دست از مخاطبان اون باشید که شاهنامه رو به خوبی خونده باشید چون از این قسمت ها رد شدیم در رابطه با پادشاهی ایرج که قرار بود به پادشاهی ایران برسه ولی توسط برادرانش کشته شد صحبت کردیم که واقعا هر بار هم مرورش بکنید به ویژه پدرش رو که سر سفرزند رو در انتها در کنار خودش بریده از تن میدید این کین ایرج مجددا برای همه نو میشه چو کردی کین ایرج را سراغاز جهان را کین ایرج نو شدی باز و نقمه انتهایی نقمه باغ شیرین هست که در وصف قدرت و جمال و جلال خسرو هست ولی خب عملا این نقمه را به عنوان نقمه آخر انتخاب کرده نظامی که از اینجا پلی بزنه به فکر خسرو که درگیر شیرین هست چو کردی باغ شیرین را شکربار باربد درخت تلخ را شیرین شدی بار خلاص سی لحن رو خوند نواهایی به سان رام شنگیز همی زد بار بد در بزم پرویز ز گفت بار بد که از بار به گفت زبان خسروش صد بار زه گفت سی لحن خوند ولی هر بار از دفعه پیش صد بار زه میگفت خسرو صد بار بهش آفرین میگفت خیلی جذاب این بخش اشاره میکنه باز هم به اینکه آدم باید قناعت پیشه بکنه چرا؟ یه گلایه ای میکنه که قابل تشخیص نیست یعنی جایی سندی از این گلایه نظامی نیست که ما بدونیم داره راجع به کدوم شاه صحبت میکنه من گشتم پیدا نکردم که حتما مطمئن بگم داره این گلایه را از فلان شاه میکنه ولی داره اینجا میگه که خسرو دست دهنده داشت باربت صد نقمه میخوند سی نقمه خوند و صد بار زه میگفت خسرو بهش و بهش کیسه های زر میداد چنان بود رسم آن بدر منور خسرو که بر هر زه بدادی دادی بدره زر بیش از صد زه و صد آفرین بهش گفت بنابراین صد کیسه زر هم به او بخشیده بود دیگه به هر پرده که او بنواخت آن روز ملک گنجی به دو انداخت آن روز انقدر دست دهنده داشت و قدر هنرمند رو میخواد بگی خسرو میدونست اما راجع یکی از پادشاهان صحبت میکنه که قدر هنر نظامی رو ندونه به او هیچی نداده که من هرچی گشتم که متقن بگم حتما فلان شاهه چون هر کدوم از این در حقیقت آثارش رو تقدیم به شاهی کرده بود برخی هاش که در حقیقت سفارشی سروده بود و برخی هم که خودش سروده بود و تقدیم شاهی کرده بود میگه خسرو انقدر دست دهنده داشت و برای هر ای به او چند کیسه زر داده بود زهی لفظی که گربر تنگ دستی ذهی گفتی زهی زرین ببستی دست خسرو درد نکنه که انقدر دست دهنده داشت به هر پرده که او برزد نوایی ملک دادش پر از گوهر قبایی قدر این هنر رو میدونست ولی مقایسهش میکنه با دوران خودش در این دورت گرد بهزین پسندند زهی پشمین به گردن وا نبندند هیچی وادم نمیدن ز عالی همتی گردن بر افراز تناب زهره را در گردن انداز این گونه نیست که حلقه ای از زر به گردن تو بندازن به گردن تو هنرمند من نظامی هنرمند اون روز این کارا رو میکردن اون روز مسلمون که نبودن انقدر ارج میدادن در حقیقت به موسیقی و شعر هنر امروز که دوران من از این خبران نیست من نظامی به خورسندی تمع را دیده بردوست زه چون من قطره ای دریایی آموز چون من تجربه شو داشتم که چندین گنج بخشیدم به شاهی چندین اثر رو تقدیم کردم و سرودم و آن خرمن نجستم برگ کاهی به من هیچی نداد کاش منم در دوران خسرو بودم به بیبرگی سخن را راست کردم نه او داد و نه من درخواست کردم واقعیت من غرورم به من اجازه نمیداد که این آثار رو تقدیم شاه بکنم خب نامی هم از او ببرم و برم بگم خب لطفاً یه سلم به من بده ولی خب طبع شاه باید روان باشه دیگه دست شاه باید دهنده باشه من هنرمند اگه چیزی بهش تقدیم میکنم خب او باید یک سلهی به من بده درآمد هنرمند چیست درآمد یک خونیاگر یک آوازخانی مثل باربت چی میتونسته باشه او در دربار می و خب چشمش به دست شاه بود که سلهی به او بده دیگه من شاعر هم همینطور در دوران معاصر خودمون هم اگر نگاه بکنین معمولا شاعران معاصر خودمون همینو دل رنج دیده میخواد حالا کسی که شعر سیاسی میگه و غزل سیاسی سروده غزل مذهبی سروده اینا رو من کاری ندارم که خب هدفی پشت اون قزلیات و دیوان شعرش هست ولی معمولا کسی به اون نقطه از فشردگی قلب میرسه و شروع میکنه به سرودن غزل یا سرودن شعر معمولا غزلیات همین قالب رو دارن کسی مصنوی بخواد بگه مقداری طبع مدرسی تری داره میخواد چیزی رو بیان بکنه میخواد آ... آموزه ای رو ارائه بکنه خب هدف من شاعر از دنیا خسته که دلش و قلبش فشورده است و میشینه غزلی میگه برای دل خودش معمولا هم شرایط اقتصادی خوبی نداره در قدیم حالا اون شاعران درباری هم اگه سلشون رو قطع میکردن به ها می میشستن یعنی یک بخشی رو من در دیوان حافظ که با هم مطرح کردیم راجع به این موضوع صحبت کردم که حافظ رو شاهشجا میکنه و این مقرری حکومتیش رو هم چون شغل دیوانی هم داشت فقط سله از شاه نمیگرفت به واسطه شاعریش شغل دیوانی داشت شغل حاکمیتی داشت شغلش رو هم ازش میگیر تبعیدش میکنه هیچی هم بهش نمیده و خب به خاک سیاه میشه نافذ در گذشته هم شاعران درباری خب حالا در چشمشون به سله شاه بود دیگه امروز هم همین گونه از. شاعر معاصر شرافتمندی که از درد خودش شروع به سرودن غزل یا شعر میکنه معمولا شرایط اقتصادی خوبی نداره شاعران درباری اون روز تبدیل به مدیه سرای امروز شده که دیگه چی بگم بگذاری میگه من این کار رو کردم بهتره که چشممون به دست کسی نباشه یعنی روی غرورمون پا نذاریم به بیبرگی سخن را راست کردم من نظامی نه او داد نه شاه داد و نه من درخواست کردم ولی عوضش من اثری به جا گذاشتم که گوش جهان رو پر کرد مرا آن بس که پر کردم جهان را ولی نعمت شدم دریا و کان را حالا پس از چند ست سال همه دارن شعر من رو میخونن همه مصنوی های من رو میخونن همین برای من کافی همین برای من بس از جهان نظامی گر زه زرین بسی هست زه اینجا چیزی که به آستین لباس میدوختن یا به گردن لباس یا گردن بند یا دست بند نظامی گر زه زرین بسی هست زه تو زهد شد مگذارش از دست بذار به بقیه بدن زه تو و دارایی تو زهد و تقوای توست و چشم پوشید از مال دنیاست بدین زه گر گریبان را ترازی کنی بر گردنان گردن فرازی سرت پیش عالم آدم بالاست اگر چشمت به دست کسی نباشه امیدوارم لذت برده باشید از این قسمت هم ببخشید خیلی سخن به درازا کشید فکر میکنم باز هم بیشتر از یک ساعت شد این قسمت قسمت بعدی رو از دست ندید بسیار زیباست در قسمت بعدی خسرو طاقتش تاق میشه و خب میره یه جوری کس به اجازه بکنه از مریم که اجازه بده من شیرین رو بگم بیاد اینجا حداقل اگه تو قصرنده میاد بیاد تو حرم سرا که واکنش تند و تیز رو از مریم میبینه که خالی از لطف نیست گوش دادن بهش بنابراین اگر کانال رو سابسکرایب ندید سابسکرایب بفرمایید که قسمت بعد رو هم دست ندید کامنت رو زیر پست فراموش نکنید لایک رو هم همینطور من آجزانه از مخاطبانی که بیرون از ایران ما رو میبینن درخواست میکنم که اگر براتون امکان پذیره ممبر کانال باشید این به ما کمک میکنه در ادامه تولید این محتوا و همینطور اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری دارید اگر داخل ایران هستید لینک آیدی پی در اختیار شماست که میبینیدش در دسکریپشن هم هست و اگر خارج از ایران هستید که کمک های ارزتون بیشتر به ما کمک میکنه لینک پیپل در اختیار شماست جمع بکنن این پستو خیلی حفظ دادم به زودی میبینم در پست بعدی که شاهنامه است بدرود